او خانوما حاضرین؟ قرار بود کاغذتون رو قبل از من حاضر کنم. حالا شروع کنیم، امروز یه حرفای خوبی با هم میخواییم بزنیم، حرفای خوب ولی آسونه. جلسه پیش صحبتمون رو تموم کنیم، نصف کارمون. گفتیم یه ترانزیستور بایپولار که دارم میخوام مدل فرکانسیشو به دست بیارم. دیدیم دوتا خازن جانکشن داشتم، خازنهای فیزیکی بودن، یعنی تو مدل هایبرید پایم این مقاومت بیسم، این آر پای، ولتاژ دو سرش وی پای، جی ام وی پای. ها؟ حالا اگه دلتون میخواد آر او رو هم بذارید، اینم آر او. وقتی که به ساختار ترانزیستورم نگاه کردم دیدم که دوتا خازن رو همون در جا دیدم، دوتا خازن فیزیکی بودن، دوتا اتصال پی ان داشتم، دوتا جانکشن داشتم. گفتیم تو هر اتصال پی ان یه فضای بار هست، یه دیپلیشن ریجن هست، در حقیقت این باعث یه خازن فیزیکی میشه که از روابط خازن فیزیکی هم حساب میشه. یکیش اینجا بود، بین بیس و امیتر بود، اسمشو گذاشتیم سی جی ای، یعنی خازن جانکشن امیتر بیس. اینا رو جلسه پیش دیدیم. یه دونه بین کالکتور و بیس بود، اسمشو گذاشتیم سی جی سی، یعنی خازن جانکشن کالکتور و بیس. اینا هر دوشون خازن فیزیکی هم چون خازن دیپلیشن ریجن هستن، از رفتار دیپلیشن ریجن فضای بار هم پیروی میکنن. دیدیم ولتاژ ریورس رو که زیاد میکنیم فضای بار گسترش پیدا میکنه، در نتیجه انتظار دارم خازن جانکشن هم کوچیک شه. وقتی منحنی خازن جانکشن رو با ولتاژ دیدم وقتی بایاس صفرش رو اسمشو میذارم خازن جانکشن در بایاس صفر، سی جی صفر، هرچی ولتاژ ریورس رو کمتر میکنم چیه؟ این ولتاژ ریورس رو بیشتر میکنیم، این خازنم کمتر میشه. نه، رابطهش یه رابطه درجه دو بود، گفتیم هست سی جی صفر تقسیم بر یک به اضافه ولتاژ ریورس. این وی که اینجا میذارم یعنی ولتاژ ریورس، این وی مثبته، وی اینجا بذاریمش ولتاژ معکوس، ها مقدارش هم مثبته، یادتون باشه این اشتباه رو نکنید، تقسیم بر یه عدد ثابت وی بی که تابع دوپینگ و مشخصات جانکشنه، حدود 0.8 ولت هستش، همیشه به من میدنش. این میشه مال خازنه جانکشنه چی؟ کالکتور بیس. یعنی یه ترانزیستور که دارم اینجوریه، یه جوری بایس شده، اینجا وی سی سیه، اینجا ولتاژ بیسه که به مدار بایس و غیره رفته، ولتاژ این دوتا چی هست؟ وی هست بین این دوتا، ولتاژ ریورسه چی؟ بین کالکتور بیس وی هست. میذارم تو این معلوم میشه که چقدر چیه خازنم چقدر هستش. خازن سی جی ای چجوریه؟ این تو فورورد بایسه، میگم وقتی اندازه گیری میکنیم خازن سی جی، خازن جانکشن اتصال پی ان در بایس فورورد یه همچین رفتاری داره، ما رابطهش رو کاری نداریم. میگیم اینجا که حدوداً جاییست که دیوایس هم کار میکنه، خازن جانکشن حدود دو برابره خازن جانکشن در بایاس صفره، دو تا سه برابره، ما برای اینکه خیالمون راحت باشه میگیریم دو برابر، دیگه خیلی قضیه رو پیچیده نمیکنیم، این رو هم یاد گرفتیم. بعد دیدیم هنوز مدل من رفتار دیوایس واقعی رو پیشبینی نمیکنه، هنوز رفتار فرکانسی رو اوور استیمیت میکنه، یعنی پهنای باندی که مدل من پیش بینی میکنه با اون که اندازه گیری میکنم اختلاف داره. مدل من میگه رفتار دیوایس فرکانس بالاتره، معلوم میشه که یه خازنی چیزی تو مدل من کم هستش، ها، که داره اوور استیمیشن انجام میده. چی کار بکنیم؟ اومدیم فیزیک ترانزیستور رو نگاه کردیم، دیدیم یه پدیده ای هستش که ما ندیدیمش، اون پدیده ترانزیت تایم داخل بیس بود. یادتونه همه، کسی هست که یادش نی بخواد دوباره براش تکرار کنم؟ دیدیم وقتی که الکترون ها رو که امیتر امیت میکنه باید توی بیس رد شن که برسن به کالکتور، یه زمانی طول میکشه، ها، این اون زمانه رو گفتیمش ترانزیت تایم داخل بیس نسبت دادیم بهش. این تأخیر رو با یه خازنی بیان کردیم، اینجا مدل کردیم. این خازنه واقعا وجود نداره، این خازن اسمشو گذاشتیم خازن بیس، وجود نداره، من گذاشتمش که اون تأخیره رو مدل کنم. چرا این تأخیر میشه با یه خازن مدل کرد؟ برای اینکه بهترین جواب و ساده ترین جواب اینه که وقتی اینو میذارم اینجا،
حالا میام رفتار فرکانسی رو حساب میکنم و اندازه گیری میکنم، میبینم جفت در میان. چطوره؟ من یه مدلی میخوام که رفتار دیوایسمو پیش بینی کنه دیگه. این ساده ترین و راحت ترین جوابه. توی فیزیک الکترونیکتون یه جور بهتری این رو بیان میکنن، این خازن رو در میان. اما همین کافیه برای ما مهندسا، واقعا این راضی کننده است. آنچه که دارم واقعیت رو مدل میکنه، کافیه دیگه. مقدار سی بی چقدر بود؟ باز اینم با هم دیگه نگاش کردیم. سی بی در اومد بچه چقدر بود؟ آفرین به شما. جی ام تاو اف، تاو اف فورورد بیس ترانزیت تایم اسمش رو گذاشتیم. یه عدد ثابته، عمدتاً هم تابع چی بود؟ اینو شما لازم نیست بنویسید، گفتم فقط به چشمتون خورده باشه. عرض بیس بود که خیلی تابع چیه؟ مهمی، تبعیتش خیلی زیاد هست، به قوه دو هستش. یعنی عرض بیس رو نصف کنم، تایف هم چهار برابر کم میشه. دوست دارم اینو. تقسیم بر چی؟ یه ضریب ثابتی ضرب در یه ضریب ثابت دیگه که بهش میگیم ضریب دیفیوژن الکترون داخل بیس. موضوع مانی اون چه که مهمه اینه که یادتون باشه که اگر بخوام تایف کوچیک شه، یعنی این خازنه کوچیک شه، دیوایس هم سریع شه، باید عرض بیس رو کم کنم. هرچی بخوام دیوایس هم فرکانس بالاتر باشه، باید این WBA کوچیکتر شه، ها؟ کمتر و کمتر و کمتر شه. اون وقت دیوایس هم چی میشه؟ این خازنش کوچیک میشه، رفتار فرکانسیش بهتر و بهتر و بهتر میشه. توی BC107 که تو آزمایشگاهتون کار میکنید، عرض بیس حدود 1 میکرونه، 10^-3 میلیمتر، منهای 4 سانتیمتر، 1 میکرونه. تاف BC107، حالا من دارم از حالا حدوداً میگم، حدود 0.5 نانوثانیه است. تاف میخوام یه احساسی از این تاف داشته باشین، 0.5 نانوثانیه هستش. توی دیوایس های ادوانس جدید حدود مثلا 20 پیکوثانیه هستش. خیلی فرق موضوعه نه؟ از 20 پیکوثانیه دیوایس های ادوانس جدید تا مثلا چی؟ چقدر گفتم 0.5 نانوثانیه، 500 پیکوثانیه BC107 حدس میزنید خیلی با هم اختلاف داره. فرق تو چیه؟ نگاه کنید، اگر تاف رو بگیریم 0.5 نانوثانیه، بذار یه احساسی از سی بی پیدا کنیم، ببینیم این خازنه بیس چقدر میشه. بیام جریان های مختلف بگیریم، آی سی رو بگیریم 0.1 میلی آمپر، 1 میلی آمپر، خیلی هم زیاد بگیریم، خیلی خیلی زیاد بگیریم دیگه، خیلی زیاده دیگه، 10 میلی آمپر، حسابی زیاده ها، 10 میلی آمپر. ببینیم اگه تاف 0.5 نانوثانیه باشه، سی بی مون چقدر میشه؟ جی ام اینجا میشه 4 میلیمو، درسته؟ حفظم دیگه، تو 1 میلی آمپر میشه 40 میلیمو، تو اون یکی 10 برابرش میشه، خیلی زیاد میشه، 400 میلیمو میشه. حالا سی بی شو اندازه گیری کنیم. سی بی برای BC107 میشه خازن بیس، 0.5 نانوثانیه ضرب در 4 میلیمو میشه 2 واحدش؟ پیکو ثانیه. معلومه، نگاه کنید بچه ها، من مهندس هیچ بخون 10^4 فلانا رو نمی نویسم، اما یادم نیم، بذار یواشکی اینجا بنویسم. جی ام هست چقدر؟ 4 میلیمو، میلیمو یعنی 10^-3 1 روی O، قبوله؟ تاو اف هستش 0.5 نانوثانیه، یعنی 10^-9 ضرب در نیم، این دوتا میشن 10^-12 ضرب در 2، نه؟ 10^12 رو میذارم پیکو، بقیه‌اش هم که فارد. راضی؟ ها؟ یادتون باشه این دفعه اینجوری می‌نویسیم، از این و اون 10^ فلانا رو دنبال هم نمیاریم. نوشتم، یواشکی اینجا دوباره بنویسم. نوشتم 4 میلیمو ضرب در 0.5 نانوثانیه. اینجوری رو عادت کنم. این میشه چی؟ 2 پیکوثانیه. نانو این 10^-9، میلی اینم 10^-3 میشه 10^12 این. میشه 2 پیکوفاراد. تو 1 میلی آمپری برای BC107 خازن سی بی میشه چقدر؟ 40 میلی مو ضرب در نیم میشه 20 پیکوفاراد. میبین چه خازن بزرگی داره میشه. تو 10 میلی آمپری چقدر میشه؟ 400 ضرب 200 پیکوفاراد خازن. با این خازن های جانکشن مقایسه کنید چقدر بزرگ شد. البته خیلی نگران نمیشم بچه ها. چرا؟ با اینکه این خازن بزرگ شد، وحشت برم نمیداره. ای داد این ترانزیستور احتمالا رفتار فرکانسیش خیلی خراب میشه. با چی؟ خب اینکه بدتر میشه که، خب هرچی که هستش به اینم بهش اضافه میشه دیگه بدتر.
اوردرش از جنس سی جی دی نیستش، خیلی تعریفش نمیده. یعنی چی اوردرش؟ یعنی چی پیکو فاراده؟ این که بود برای 2307، این مثلا چندین پیکو فاراده؟ این هست تو 10 میلی آمپری 400 پیکو فاراد. چقدر؟ 200 پیکو فاراد. خیلی بده که من بگم خیلی نگران نشیم تا برسیم به بررسی رفتار فرکانسی. یادتون باشه این با آرپای موازیه ها. حالا جریانی که میبری بالا، فرض کن بتا 100ه، آرپای تو 1 میلی آمپری 2.5 کیلو اوهمه، یعنی 2.5 کیلو اوهم با 20 پیکو فاراد موازیه، یه تایم کانستنتی داره دیگه. توی 10 میلی آمپری آرپای چقدر با بتا 100؟ 250 اوهم. خازنه همونقدر زیاد شده، مقاومت همونقدر کم شده. به نظر میاد خیلی وحشت نکنم تا بریم جلو ببینیم چه اتفاق میفته. نکات دیگه ای هم هست که باز کمک میکنه که این خیلی هم بد نباشه. به عکس خواهیم دید اتفاقا تو مدار جریان که میبرم بالا رفتار فرکانسیم خوب میشه به جای اینکه بد شه. اینو تو تیوار حفظ کنید ها، بعدا میرسیم. یعنی اصلا دیگه نگران نمیشم با این قانونی که گفتم. سرانگشتی یادم هست جریانو که میبرم بالا یه کاستی دارم میدم، یه هزینه‌ای دارم میدم. یکی از چیزایی که کسب میکنم اتفاقا رفتار فرکانسیه. پس خیلی نگران نباشید تا برسیم ببینیم که این چیکار تو مدارم میکنه. خیلی خب، اما برای ترانزیستورهای جدید، برای ترانزیستورهای جدید من با قرمز مینویسم. تاف گفتم مثلا یه چیزی حدود مثلا 20 پیکو ثانیه است، میشه 0.02 نانو ثانیه، میشه 0.02 نانو ثانیه. حالا اینجا رو نگاه کنید دیگه، ببینید چه اتفاق میفته. توی وقتی 0.1 میلی آمپر دارم، سی بی این ترانزیستور میشه 0.02 نانو ثانیه ضرب در 4، میشه 0.08 پیکو فاراد. خیلی کوچولو و خوبه، 80 فمتو فاراد. توی 40 میلی مو میشه 40 میلی مو ضرب در 0.02 میشه چقدر؟ 0.8 پیکو فاراد. میبینید برای ترانزیستورهای جدید خازنه چه کوچولو در میاد. برای این یکی چقدره؟ هم در 8 پیکو فاراد. 8 پیکو فاراد کجا؟ 200 پیکو فاراد کجا؟ پس دوست دارم تو ترانزیستورهای مدرن دوست دارم این اتفاق افتاده که تاف هرچی ممکنه کوچیک‌تره. چیه؟ عرض بیس تو ترانزیستورهای جدید خیلی کم هستش. خیلی کم هستش. کاستی که میدیم چیه؟ دفعه پیش گفتم وقتی عرض بیس رو کم میکنیم که تاف خوب میشه، هزینه ای که میدم چیه؟ آر اوم کم میشه. یادتونه اثر ارلی؟ همه یادشونه دیگه، لازم نیست بگم. پس اینم شد از این خازن. چون این دوتا خازن بچه موازیان رو دیگه برشون میدارم، یه خازن به جاشون میذارم، بهتره دیگه، موازیان جمعشو میذارم، یک خازن به جاش میذارم. یه اسمی هم براش بذاریم، قرمز بکشیم. اسمشو چی بذارم؟ یه اسم خوب بگین. سی پای. چون موازی آرپای دیگه ها، اسم با مسمای خوبیه. اسمشو میذاریم سی پای، که حالا فهمیدم سی پای اینو دیگه نمیخوام. سی پای هم همیشه هستش، سی جی ای به اضافه سی بی، جی ام تاو اف به اضافه جی ام تاوف. راضی؟ خیلی خوب. حالا بیام آزمایش رو تکرار کنم. یعنی چی؟ یه مدل درست کردم، میخوام ببینم این مدلم رفتار ترانزیستورم رو پیش بینی میکنه یا نمیکنه. میام چیکار میکنم؟ اینجا بکشیم یه ترانزیستور رو بایستش میکنم به طوری که این بشه مدار AC. مثلا این VO، این RC، این RS، این VI. مدار AC شده این دیگه، من مدار بایستش رو نکشیدم ها؟ میام چه آزمایشی انجام میدم؟ میام گین این مدار رو، گین این مدار، اندازه گین رو مثلا با فرکانس چیه؟ اندازه گیری میکنم، میبینم تا یه جایی ثابته، بعد شروع میکنه افتادن. خب حالا میام چیکار میکنم؟ همین کار رو اندازه یه گین به جای ترانزیستورم مدل هایبرید پایم رو میذارم با این دوتا خازنم، مدل هایبرید پایم رو میذارم، کیبل KCL هم رو مینویسم ها؟ به دست میارم، میبینم چی میشه. به مقدار خوبی این دوتا همدیگر رو پیروی میکنن.
به مقدار خوبی پیروی میکنن، یعنی مدل هم به مقدار خوبی به واقعیت نزدیک هستش. دیگه راضی میشن با مدل. همیشه اینجوری مدل والیدیتی اعتبار یه مدل رو چجوری بررسی میکنم، میام با واقعیت مقایسهش میکنم، اگه تونسته بود واقعیت رو پیش بینی کنه میگم این مدل خوب هستش، کارمون را افتاد دیگه، مدلمون در اومد، حالا دیگه میتونیم از این به بعد هر مداری به هم بدی چیکار کنم، حساب کتاب رفتار فرکانسیشو بکنم. قبل از اینکه اون کارو بکنم یه نگاه آخر به مدلمون بندازیم ببینیم چیزی کم و کسر هست یا نیستش. آیا این مدل همیشه کامله، همیشه قابل استفاده هستش؟ میبینم یه اتفاقی افتاده اینجا، سیمر یه جایی بذاریمش، میبینم یک اتفاق اینجا افتاده، این ترانزیستور، این مدل من برای ترانزیستورهای دیسکریت، ترانزیستورهای تنها، مثلا ترانزیستورهای جدا که پکیج رو میخرید میذاریدش توی مدار ها، مثلا B307 مدل خوبیه، رفتار آقای B307 رو پیش بینی میکنه، اما برای ترانزیستورهای مدار مجتمع یه چیزایی کم داره، گرچه اون چیزها همیشه خیلی مهم نیستن اما یه چیزهایی کم داره. فرقشون چیه؟ من میام ساده شده یه ترانزیستور دیسکریت رو میکشم، یه B307 ساده شدهش این شکلیه، این بالاش اینجا مثلا امیتره، اینجا بیسشه، این پایین هم کالکتورشه، اینجا کالکتورشه، بعد اینو این شکلی گذاشتنش توی قوطی، این قامون قوطی B307، خب درش هم بستن، این شکلیه، این قوطی فلزیشه، دیدین دیگه تو آزمایشگاه همه تون باش کار کردی، برای همین من این رو مثال میزنم. خیلی خب، سه تا پایه داره دیگه، B307 همه تون دست گرفتید دیگه، سه تا پایه داره، زیرشو که نگاه میکنی زیرش گرده، نه یه دونه اینجوری داره، زیرشو که نگاه میکنی سه تا پایه رو میبینی که از این زیر در اومده، از این زیر در اومده، سه تا، نه سه تا پایه ما. حالا اگه خوب نگاه کرده باشید که حتما کردین، میبینین یکی از پایه ها اصلا به بدنه لحیم شده، دو تای دیگه رو نگاه کنید میبینید که یه سوراخ تو این قوطی فلزیه ها، دورش یه چیز عایقی ها، بعد پایه ها وسطش رد شد، این پایه هست، اما یکیشون هست که اصلا به بدنه لحیم شده. اگه کسی دقت نکرده این دفعه زیر قوطیه که تو آزمایشگاه میرید، زیر قوطی رو تماشا کنید، این شکلیه، اونی که به بدن لحیم شده گفتین چیه؟ کالکتورشه. همیشه اینجوره ترانزیستورهایی که قوطیشون فلزیه، نه که این پایینی کالکتوره، همیشه قوطیشون کالکتوره، چون این زیر رو چسبوندن روی این چیز فلزی دیگه، اون پایینشون کالکتوره، چسبیده به قوطی فلزی، پس همیشه پایین کالکتور، زیر هم تماشا کنید ببینید یکی از پایه ها مثلا این پایه لحیم شده، اصلا این عایقه دورش نیست، دو تای دیگه از این وسط، از یه سوراخ رد شدن، از یه سوراخ مثلا این بذار کالکتور باشه، اینه که از این وسط رد کنه، اینا قراره بیس و امیتر هم باشن ها، بیس و امیتر، این دو تا پایه ها، اینم تمیز و خوشگل بکشیم، این کالکتور هم بیس و امیتر هم باشه، برای اینکه بیس و امیتر رو وصل کنن میدونی ترانزیستور رو چه جوری میسازن؟ این شکلی میسازنش، یه خورده پهن‌تر میسازن، اینجوری میسازن، همون شکلی بکشیم، این پای هم سر راهمونه. حالا شکل رو تماشا کنیم بچه، من الان توضیح میدم، ببینید چه شکلی ساختن، این بیسو که پی بود از دو طرف یه خود پهن‌تر ساختن، وسطش رو امیتر کردن، اگه از بالا نگاه کنید یه همچین شکلی میبینید، این امیتر هست، دورش بیسشه، این ام پلاسه، این پیه، فهمیدید که واضح ساده است که دوباره چی داری؟ ان پی ان همونه، هیچ فرقی نکرد، قبوله تا اینجا؟ قبوله. حالا میان دو تا سیم نازک من قرمز میکشم، یکی از بیس میارن وصل میکنن به این، اگه سر قوطی B307 رو ببرید این با چشم نگاه کنین تو نور بگیرین، دوتا سیم نازک رو میبینید، نازکیه این سیما تقریبا به اندازه یه دونه موی شماست، حدود حالا اندازش رو بلش کنید،
یه سیم نازک اینجا، یه سیم نازکم از امیتر وصل میکنم به این یکی پایه. ها؟ اینا سیمن. ها؟ با چه روشی؟ میگن ما وایر باند انجام میدیم. وایر باندینگ انجام دادن. یعنی سیما رو وصل کردن به هم دیگه. این لغت انگلیسیشه. خیلی هم چیز مهمی نیستش. چیکار میکنن؟ یه دستگاهی ظاهرش اوناش که دستیه تو آزمایشگاه پایین هم دارین میتونی یه موقع بریم ببینی. ظاهرش شبیه یه چرخ خیاطیه، یه سوزن داره که یه میکروسکوپ هم بالاشه. زیر میکروسکوپ این سیما رو عین چرخ خیاطی نخ میکنن، این سیما رو میکنن تو اون سوزن سرش، این سوزن رو زیر میکروسکوپ میارن اینجا میچسبونن، این سیما اینجا میچسبونن، بعد اون بلندش میکنن میارن اینجا زیر میکروسکوپ میچسبوننش به این. خیلی شبیه چرخ خیاطیه. ما بهش میگم وایر باندر. پایین تو آزمایشگاه داریم یه موقع بریم ببینی. باید عادت کنی همونجور که سوزن نخ کردن سخته، این سیمه رو عادت کنی بکنی تو اون سوراخه. وایر باند کنی. این میشه 2307. اگه سرشو ببرید اینو میبینید. این دوتا سیمه رو میبینید برق میزنن تو نور. ها دوتا سیمه نازک خوب هستن. این میشه ترانزیستور. قبول مدلش هم این میشه. البته ترانزیستور 2301 یک کمی ساختارش فرق داره. میدونید چه کمی؟ انقدر کمی. این پایینش ام پلاسه، اینجا ان ها، هیچ فرقی نمیکنه. اگه گفتین چرا؟ تا من تخته رو پاک میکنم شما فکر کنید چرا 2307 رو اینجوری میسازن، همه اینا رو این شکلی میسازن ترانزیستورهای دیسکریت. کسی نمیدونه؟ من بگم دلتون میسوزه چون دلیلش خیلی آسونه. ببین این شکلی ساختمش. این بیس پیه، این بالاش ام پلاسه، این انه، این دوباره اینجا ام پلاس. این کل کالکتورمه، کل این ناحیه کالکتوره. من بگم چرا؟ ببینید این که معلومه چی، این مهم نیست برام. من ترانزیستورم رو اینجوری میکشیدم، بذار اینجوری هم بکشم ببینید عادت دارید. ام پلاس بیس پی، اینجا ان کالکتوره. غالبا اندازه هاتون اینجوریه، مثلا 2307 این یکی دو مایکرونه، این دو سه مایکرونه، از اینجا تا اینجا یکی دو مایکرونه، هر مایکرون 1000 میلیمتره، این دو سه مایکرونه، این 2300 مایکرونه. کالکتور کل میدونین چرا؟ چون این موجود باید روی اگه خیلی نازک باشه که میشکنه که ها تعداد، متوجه چی میگم؟ اگه یه موجودی خیلی نازک باشه برای اینکه نشکنه یه استحکام مکانیکی داشته باشه بعد از یه حدی کلوفتر باشه. ها کلوفتش گرفتیم، حالا ساختشو بعدنا میبینی تو درسای بعدی. این کلوفته. حالا ببین وقتی کالکتور رو کلوف میگیریم یه عیبی داره. کسی عیبو میبینه؟ من جریانو بکشم، این کانتکت امیتره، این کانتکت بیسه، این کانتکت کالکتور. امیتر اینم فضای بارامه، این فضای بارش بزرگه چون ریورسه، این فضای بارش نازکه چون فورورد بایاسه. حالا امیتر الکترون ها رو امیت میکنه، اینا دیفیوز میکنن لبه کالکتور، چی میشن؟ کالکتور کالکتشون میکنه، میشن جریان کالکتور، درسته؟ حالا این جریان برای اینکه بیاد توی ترمینال کالکتور، تو پایه کالکتور، توی پایه کالکتور باید این مسیر رو طی کنه، از اینجا تا اینجا رو طی کنه. چه اتفاقی میفته؟ یه مقاومت سری میبینه که اتفاقا خیلی هم بزرگه بچه ها. چرا بزرگه؟ چون دوپینگ کالکتور پایینه. یادتونه گفتیم دوپینگ کالکتور رو میخواییم پایین بگیریم، دوست داریم اصلا پایین بگیریم. چرا دوست داریم پایین بگیریم آیه ملا شریفی؟ چرا دوپینگ کالکتور رو بچه ها پایین میگرفتیم؟ آفرین، ایشون میگن چون میخوام اثر ارلیم کم باشه. یعنی چی؟ یعنی فضای بار چیه؟ بیشتر تو طرف کالکتور بیاد، طرف بیس نیاد که عرض بیس رو کم و زیاد کنه، مقاومت خروجیم خراب شه، ولتاژ ارلیم کم شه. همه فهمیدن چی میگم؟ کی نفهمید؟ خوبه رضا، من دوپینگ کالکتور رو پایین میگیرم. برای همینم دفعه پیش گفتیم چیه دوپینگ ها، اینجوریه حدودشون 10^15 مثلا، 10^17-18، 10^19-20، 21 حالا بسته اینکه چجوری میکنه. این حدود هست، ببین هی میاد پایین. مکه دوپینگ کم، این مقاومته خیلی زیاد میشه که سری میشه با کالکتورتون چندین کیلو اوم. دوست نداری که چیکار کنم؟
کالکتور رو بگیریم M پلاس که اصلا این مقاومت خیلی کم شه. اشکالش چیه؟ اشکالش چیه؟ اگه کالکتور دوپینگ شو ببریم بالا. الان گفتم؟ نه نه عرض نه نه اثر ارلیمون زیاد میشه. یعنی چی؟ یعنی فضای بار حالا تو طرف بیس هم افزایش پیدا میکنه چون دوپینگ این زیاد شده. فضای بار تو دو طرف افزایش پیدا میکنه. دوپینگ ها مثل هم شدن دیگه. اثر ارلیم چی میشه؟ زیاد میشه، مقاومت خروجی کم میشه. همه دنبال میکنید؟ پس دوست ندارم این ام پلاس شه. از اون ور دوست ندارم این مقاومت بزرگ باشه. یه کلک خوب میزنم، میام تا اینجا که فضای بار و اینا هست رو ان میگیرم، از اینجا به بعد رو ام پلاس میگیرم. حالا بیسم یه دوپینگ پایین میبینه، اثر ارلیم خوبه، فضای بارم میاد تو کالکتور، از اینجا به بعد چی میبینم؟ ام پلاس میبینم که چیه؟ مقاومت خیلی کمی نشون میده. هم کالکتورم رو کلوفت ساختم که استحکام مکانیکی داشته باشه، هم مقاومت فیزیکیم کمه. برای همین این زیر یه ام پلاس خیلی کلوفته، من شکل رو درست نکشیدم، یه ام پلاس کلوفت این زیر دارم که مقاومت کمی از خودش نشون میده. ها؟ چون ام پلاس. از اون ور اثر ارلیمو خراب نکردم چون بیس دوپینگ پایین میبینه، فضای بار عمدتاً میره طرف کالکتورم. همه فهمیدین؟ استاد این باعث خازن تأخیر نمیشه؟ نه هیچی. ان و ام پلاس کجا خازن ببینم؟ نه اونجا یه خازنی به خاطر تأخیر زمانی که الکترون نه 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 بچه توجه کنید، نکته ای که ایشون میگن اینه، این بیس اینجا ببین، اینجا که اون اتفاق افتاد حامل های اقلیت داخل بیس بود، یعنی تو ناحیه پی الکترون چی امیتر چی فرستاد؟ الکترون. این الکترون ها اینجا اصلا غریبا قرار نیست اینجا باشن، این تو باید چی باشه؟ فقط حفره باشه. در نتیجه چیه؟ اون زمان تأخیر رو دارم. آیا شما توی سیم آلومینیومی زمان تأخیر داری؟ یعنی طول میکشه تعداد الکترون ها بالا؟ نه. ها؟ چرا اینجا آیا حفره ها اینجا کم و زیاد جریان حفره اگه داشتم اون تأخیر رو داشتم؟ نه. چرا؟ اونا حامل اکثریت هن. وقتی این اتفاق میفته که حامل اقلیت داشته باشه، یعنی حامل مثلا الکترون تو ناحیه پی، اینا قرار نیست اونجا باشن. وقتی دیوایس رو خاموش میکنی اینا باید چیکار کنن؟ از این تو بیرون برن. اما وقتی توی هادی جریان برقرار میشه، این الکترون نیستش که از اینجا میاد بیرون، که ها این انتقال پیدا میکنه دیگه، یه موجی از الکترون. در نتیجه حامل اکثریت که دارم اون زمان تأخیره رو ندارم، همونجور که تو سیم آلومینیوم زمان تأخیر ندارم. فهمیدی چی میگم؟ توی هادی با حاملی که خودش داره زمان تأخیر ندارم. وقتی زمان تأخیر دارم یه حامل متفاوتی رو توی ناحیه چی اضافه کنم. در حالت پایدار که اون حامل ها نباید اینجا باشن. در نتیجه وقتی تغییر چی میدم، تغییر ولتاژی چیزی میدم، باید صبر کنم این حامل ها کم و زیاد شن. اما اینجا حامل ها لازم نیست کم و زیاد شن. ها؟ مثل توی مدل خیلی ساده، حالا معلم فیزیکتون ممکنه یه خورده ایراد بگیره از این مدل، اما فرض کنید که این تو پر الکترونه، یه صفی از بچه ها از این ور تا اون ور هست، یه نفر که از این ور بیاد تو هول بده، از اون ور یکی بپره بیرون، تأخیری داری؟ نداری. اما فرض کن یه صفی اینجا هست، یه آدم غیره که قرار نیست تو این کلاس باشه اینجا باشه، باید صبر کنیم این از این ور بیاد از اون ور بره بیرون. فهمیدی فرق دوتا قضیه رو؟ چون ایشون قرار نیست اینجا باشه، اما هیچ فرقی نمیکنه تو این صف، کی از این ور میاد یکی از اون ور میپره پایین، همواره تعداد ثابت و خوبه، درسته؟ فهمیدی فرق حامل اکثریت و با حامل اقلیت؟ بچه همه تون فهمیدید چی میگم؟ پس وقتی که حامل اکثریت داره تو محیط خودش حرکت میکنه، اون خازن تأخیر رو ندارم. همونجور که خواهیم دید تو ترانزیستور MOS که حامل اکثریت این رو ندارم. برای همین اصلا ترانزیستور، این ترانزیستور رو اسمش رو گذاشتیم چی؟ بایپولار، ها؟ دو قطبی. چرا؟ چون هم الکترون ها اینجا دخیلن، هم حفره ها دخیلن توی بازی من. برگردیم به داستان خودمون. پس فهمیدیم چرا ساختاره. چرا منو مشکوک نگاه میکنی؟ نفهمیدی من چی میگم؟ سوالی داری؟ میخوای دوباره مطلبی رو بگی شما؟ بعد از کلاس بی برات بگم، چون بقیه بچه ها میدونن. اونجا که
آفرین، اینجا دریفته. آفرین آفرین به شما. تو این با این کانسپت اینا رو تو فیزیک الکترونیکتون میبینید، کاشکی گرفته بودید، دیده بودید. ایشون حرف خیلی خوبی میزنه. وقتی جریان دریفت دارم که حامل اکثریت هم دارن حرکت میکنن ها، البته حامل اقلیت هم دریفت خواهد داشت، اما اینجا فقط دریفت دارم، دیفیوژن ندارم. آفرین به شما. حامل اکثریت هم فقط دریفت داره، اون خازنه رو نداره. اینجوری هم میتونستیم بگیم. شما اثر ایر رو بعد از کلاس برام بیا از من بپرس. اگه کسی هر جای این مدل ساده رو نفهمیده بعد از کلاس بیاد از من بپرسه. این ساختاره مهم بود که بفهمید چرا این شکلی میسازنش. دو تا نکته جدید گفتم، یکی اینکه این زیر ام پلاسه، یکی اینکه برای اینکه بیس رو بتونم وصل کنم یه خورده امیتر رو داخل این کوچیک‌تر میسازم که بتونم سیم بیس رو این بالا وصل کنم، اتصال بیس رو بگیرم. این میشه یه ترانزیستور دیسکریت B307. اینم مدلش. توی مدار مجتمع یه خورده متفاوت ترانزیستور رو میسازن، حتما دیدید یا ندیدید نمیدونم. اینم داریم اینجا، بذار از این استفاده کنیم ببینیم چطور. بفرمایید چه جوری اون سیم رو وصل میکنن. اون رو بذار کلاسمون تموم شه بعد، در لینک امیتر کوچیک‌تر از که بتونم یه جوری دسترسی به بیس داشته باشم، چون از بغل نمیشه. گفتم که این 2-3 مایکرانه ها؟ نمیشه. این سیما کروفتیشون 25 مایکران در حد اقل اندازه شونه، در حد اقل اندازه. بعدم تازه حالا بغل وز کردن خودش داستان داره. اگه عکس اون اولین ترانزیستور رو که تو دهه 50 و اینها ساختن ها نگاه کنید، میبینید از بغل وصل میشد، منطقه یه چیز گنده، یه زشت خیلی چیزی بود. مال قدیم، خیلی 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 قدیمه، اون اولا که ترانزیستور اختراع شده بود. اینم بدیهی، اینم با خیلی پت و پند بود بیستون، عرض بیست و خیلی زیاد. خیلی خب، ترانزیستور مجتمع چجوریه؟ بچه ترانزیستور مجتمع کالکتورش به جایی قرار نی وصل باشه دیگه، چون شما یه مش ترانزیستور دارین تو مدار مجتمع، هم کالکتورش باید در دسترس باشه هر جایی بشه وصل کرد، هم بیسش هم امیترش. نه چون میخوام مدارهای مختلف بسازید دیگه، هر سه اینا باید آزاد باشه. اینجا کالکتور چیه؟ همیشه به این پایینه وصله. چجوری میسازن؟ میان اول من دیسکریت رو بکشم. ببین دیسکریت رو تاش اینجوری میسازن، میان یه ام پلاس، یه ویفر، یه ویفر دیدین گرد و بزرگی، یه ویفر میگیرن جنسش رو مثلا ام پلاس، بعد میان یه ناحیه نازک N روش میسازن ها، بعد میان این ناحیه های P رو میسازن، همینجور بغل هم بغل هم بغل هم بغل هم، بعد ناحیه های N رو توش میسازن. شما نکشید، فقط ببینید. خب بعد میدونید چی کار میکنن؟ یه ویفر دارن، بیاین تو اتاق من اگه ندیده کسی بیاد بهش نشون بدن. روش چیه؟ یه سیلیکون نازکه ها، نازکه، عین چی عین مثلا این بیسکویت گردا، برای همین بهش میگیم ویفر ها. روش پر از ایناست. یه ماتریس تصور کنید، روش ایناست. بالا که نگاه کنید همه اینا رو این تو این مربع عین هم. بعد میان اینو میبرن، حالا میبینید هر کدوم از اینا که تو بین دو تا خط قرمز یکی از ایناست، دونه دونه بر میدارن میذارنش توی قوطی، چی؟ باندش میکنن، میشه B307 شما. تا اینجا رو فهمیدین؟ کسی مشکلی نداره. حالا این مدار مجتمع چجوری میسازن؟ مدار مجتمع اینجوری میسازن، من اول بکشمش، اینجا میذارم P، به جای ام پلاس این میذارم پی، بعد یه ان میذارم، ان این. خب بعد دوباره پی میذارن بیس، بعد دوباره ام پلاس میذارن امیتر، دوباره حالا فعلا اینجا بکشیم پی، این دوتا ترانزیستور، این هم ام پلاس، همین تا آخر بغل هم بغل همین ترانزیستور ها رو میچینم. حالا نگاه کنید، اولا من یه ترانزیستور NPN دارم، NPN قبوله؟ اتصالام هم اینجوریه، همش از بالاست دیگه، مدار مجتمع همه چی باید از بالا اتصال پیدا کنه. این بیس هم
این امیتره، اینم کالکتوره. نه NPM مسیر جریان این ترمینال اینه، مسیر جریان اینه. یکی هم همینجور امیتر بیس کالکتور. میبینی مدار مجتمع ساختم همینجور ردیف بغل هم ترانزیستور داره. حالا میتونم چی به هم وصلشون کنم؟ همونجور که روی مدار چاپی با مس همه جا رو به هم وصل میکنه، اینجا میتونم با آلومینیوم مثلا وصلشون کنم. راضی این مدار چاپی خوبی ساختم؟ ببینیم چی اتفاقی افتاده. ببین این مدار یه اشکالی داره. اگه گفتین اشکالش چیه؟ این مدار مجتمع. بعد شما بگین، من نمیگم. تا فردا صبحم وایسین من نمیگم. آفرین به شما. این مدار مجتمع به درد نمیخوره چون ترانزیستوراش همشون یه کالکتور دارن. قبوله؟ همه کالکتور مشترک ساختی شما. یعنی تعداد زیادی ترانزیستور داری که کالکتوراشون به هم وصله. میدونی چی کار میکنن برای اینکه حل کنن؟ میان اینجا ها ناحیه های پی قرمز میکشن، اینجا ناحیه های پی درست میکنن، اینجا هم پی، اینجا هم پی. حال درست شد؟ حالا ببینید چیه. اگر ناحیه های پی رو به پایین ترین ولتاژ مدار وصل کنیم، وی ای ای، این هم اوتوماتیک وصل شده دیگه. همه اینا رو وصل کنیم، ببینیم به هم وصل هم هستن. به هر سر ببینیم پی ها به هم وصل هم. به وی ای ای. اگه گفتین چه اتفاقی میفته؟ همیشه کالکتور نسبت به این ناحیه پی ریورس بایسه، چون پی رو به پایین ترین ولتاژ مدار وصل کردم، ان یا به وی ای ای وصله یا به ولتاژ بالاتری وصله. پس همیشه اتصال کالکتور که انه با ناحیه پی دورش ریورس بایسه. قبوله؟ یعنی این ترانزیستورها توی یه جزیره ای قرار گرفتن که دور تا دورشون پی ریورس بایاس شده قرار داره. اگه از بالا بکشین این شکلیه. نگاه کنین بچه، اول نگاه کنین، این بیسه، این امیترشه، امپلاسه ها؟ دورش هم از اینجا این پیاست، این جزیره، اینم پیه، این جزیره هست، این اینه محصور شده دور تا دورش پیه، زیرش هم پیه، همه جا پیه، دور تا دور ها؟ مثل یه کاسه ای که پیه توش آب ریختی، نگرش داشته آب رو دیگه، این اینه رو نگر داشته، ریورس بایسته، اینم هم همینجور. یعنی این این با این این به هم وصل نیستن، میتونن دوتا ولتاژ متفاوت داشته باشن. هر ولتاژی هم داشته باشن مطمئنم ریورس بایسته با پی، چون پی رو به پایین ترین ولتاژ مدار وصل کرده. فهمیدی؟ این جزایر این که درست کردم، کسی هست که مشکل داشته باشه با این ایده مدار مجتمع اینجوری میسازن، به اینا میگن نواحی آیسولیشن. آیسولیشن از اسمش معلومه چی کار میکنه، آیسولیت میکنه ترانزیستورها رو از هم ها؟ از هم جداشون میکنه. راضی؟ حالا میتونم کالکتورم رو به هر جا دلم میخواد، بیس رو به هر جا، امیتر رو به هر جایی که دلم میخواد وصل کنم. مدار مجتمع ساختم در مقابل دنیای دیسکریت، چون بریدمشون دیگه، اصلا جدا شدن خیلی را. اینجا که نمیبرمشون، حالا میخوام به هم وصلشون کنم. حالا اسم بذاریم. امیتر، بیس، کالکتور. به این چی بگم؟ سابستریت. اسم باید بذاریم دیگه. سابستریت. سابستریت. این سابستریته چی کار میکنه بچه ها؟ هیچ کاری نمیکنه، فقط این موجودات رو مثل سینی که فنجونای چایی توش هست اینا رو نگر میداره رو خودش، نه که ریورس بایاسه، هیچ کار دیگری نمیکنه. اینا فقط روی این سابستریت من نشستن ها؟ کلوفت قشنگ گذاشتم اینجا، بقیه نازک و خوبه. متوجه این چی میگم؟ حالا صبر کن، یکی یکی فعلا NPM بسازیم، بعد چیز دیگه بسازیم. چون چی؟ ابعاد اینا خیلی کوچیکه که امپلاس نمیذارن کنیم؟ امپلاس آفرین، چون این ضخامت خیلی کمه. مثلا برای تکنولوژی های خیلی قدیمی مثلا اینی که باهاش آپمپ 741 شما رو می‌سازن، تو آزمایشگاه کار کردین دیگه با آپمپ 741، مثلا این
مثلا این حدود 10-12 مایکرانه کلش، ها این چند صد مایکرانه، مهم نیست که این ریورس بایاس کار این سابستریت بعد استحکام مکانیکی عمدتا داشته باشه، این 10-12 مایکرانه، این مثلا 2-3 مایکرانه، این 1-2 مایکرانه، میبینی این تاش این چقدر میشه، چند مایکران بیشتر نیست، این ضخامت خیلی مشکلی درست نمیکنه. مسیر جریان اینجوریه، امیتر امیت میکنه، بچه دست منو ببینین، امیت میکنه، از بیس میگذره، میاد اینجا میشه جریان کالکتور، میره اینجا. حالا تو درسای بالاتر میبینی تازه از اینجاها میاد میره، از این وسط هم نمیره، از اینجاها میاد، این راهی کوچیکو طی میکنه، مقاومت سری خیلی زیاد نمیشه. خب بس ننویسید. حالا گوش بدید. پس دیدم فرق مدار مجتمع اینه که یه سابستریت پی اینجا دارم که البته ریورس بایاس نسبت به همه جا. فقط ببینید یه ترانزیستور رو بچه تماشاش کنید، بذارید میخوام با یه رنگ دیگه بکشم براتون. یه دونه از این ترانزیستورها رو تماشا کنید. کالکتورش دور تا دورش این سبزه که من میکشم یه مرزیه با ناحیه پی که ریورس بایاس شده. قبوله؟ کالکتور تماما گفتمون کاسهه میشه ناحیه پیم، این مثل آب داخل کاسه است دیگه، ام پلاس این جزیره توه ها، یعنی یه فضای بار خیلی درست حسابی دارم اینجا، این فضای بارمه کالکتور بیس ها، کالکتور سابستریت، این فضای بارمه ریورس بایاس شده. قبوله؟ این سبز فضای بار بین کالکتور و سابستریت با ناحیه پیمه، راضی؟ خب این که معلوم بود دیگه، خب ریورس بایاس شده یه فضای بار داره دیگه. اما این چه معنیه؟ یه خازن دارم، حالا این فقط مال مدار مجتمعه، یه خازن دارم بین کالکتور و کجا؟ سابستریت. سابستریت تو مدار AC به کجا وصله؟ به زمین، چون به VEE وصلش کرده بودم دیگه، نه؟ یعنی تو مدل هایبرید پای من یه خازن جدید میاد، چیه؟ خازن کالکتور سابستریت. این خازن جانکشن هم هست، فیزیکی هم هستش. رازین این خازنه بزرگه یا کوچیکه نسبت به خازنهای دیگه ای ترانزیستور؟ کوچیکه. چرا کوچیکه؟ زیاده، چون ریورس بایاس شده. بچه یه کسی میتونه نقیض حرف ایشونو بگه؟ ولی سطحش خیلی زیاده بچه. تمام این نگاه کنید، دور تا دور دیوایس هم، دور تا دور دیوایس، تمام این زیر، تمام این، حالا مقایسهش کنید با یه امیتر به این کوچولویی. یعنی درسته که بسیار درست گفتید شما، دوپینگ ها پایینه، در نتیجه انتظار دارم این فضای باره خیلی گسترده باشه، خازن بر واحد سطح هم خیلی بزرگ نباشه، اما به عکس چی؟ سطح خیلی زیاده، در نتیجه انتظار دارم این خازنه خیلی هم کوچیک نباشه. برای تکنولوژی های قدیمی مثلا همونی که 741 رو ساختین، این چندین پیکوفاراد در میاد برای یه ترانزیستور معمولی، یعنی باز کوچک نیستش به دلیل سطح بزرگش. پس فهمیدم یه خازنه دیگه دارم، این خازنه برای یه ترانزیستور بایپولار عمدتاً از بذار سبز کشیدیمش، عمدتاً از کالکتور به زمین AC به سابستریت، به این میگیم خازنه کالکتور سابستریت، خازنه جانکشن هم هستش. حالا مدلم کامل شد. میبینم اگر برای ترانزیستورم برای آزمایشی کردم پهنای باند اندازه گرفتم مدار مجتمع باشه، برای اینکه دقیق دقیق جوابم در بیاد خوبه که این خازن رو هم اضافه کنم که میکنم. هیچ خازنی نمیتونه، حالا هیچ خازنی که درست نیست، این خازن ها نه، این خازن باعث میشه، ببین ایشون میپرسن آیا تأثیر خوبی داره یا نداره وجود این خازن. بذار من اینجا جواب تو بدم، شما به من بگو. فرض کن یه مدار ساختم این شکلیه، امیتر مشترک، من مدار AC شو میکشم، اینجا هم یه RS دارم و قبوله شما. فرض کن هیچ خازن دیگه هم تو مدارم ندارم، اگه اینم نبود، اگر اینم نبود ها، یه دونه مثلا اینجا
یه پالس اینجوری بدم، اگه این نبود بچه شما کمک ایشون هم بود. اینجا چی داشتم؟ یه پالس تقویت شده داشتم، منطور رو به پایین، چون گین هم هستی منهای آر سی تقسیم بر آر اس به بتا، آر پای به بتا، نه یه همچین چیزی می داشتم ایدئال، چون هیچ خازنی تو مدارم نبود، پهنای باندم بی نهایت بود، این می شد جواب. اگه این خازنه باشه چی میشه؟ حالا برای اینکه خروجی تغییر حالت بده بیاد پایین، باید این خازنه چی بشه؟ دیسچارج چه دیگه؟ با چه تایم کانستنتی؟ آر سی، نه؟ آروم آروم آروم، این همینجور که چی جریانش کم ولتاژش میاد پایین، در نتیجه این شکلی میشه خروجی. حالا این خازنه رو دوست داری یا دوست نداری؟ کندش کردی مدارتو، ها؟ پس خازنه رو دوست نداری. با همین چیز اگه پهنای باند مدارم به دست بیاریم، میبینیم یه قطب اینجا ایجاد میکنه، یه خازن دارم یه قطب، پهنای باند مدارمو کم کرد دیگه. چی؟ خیلی خوب. چرا؟ اصلا اتصال کوتاه میشه، من تو تقصیر من این کارش نمیتونم بکنم، هست دیگه، اینه دیگه، ما مهندس های با این دنیای واقعی، اگر فرکانست خیلی خیلی بره بالا، اصلا کالکتور زمین میشه، هیچ ولتاژی در خروجی نداری. این معنی داشتن یه قطب تو گره خروجیت دیگه، این معنی رو میده دیگه. یه قطب پداری در فرکانس بی نهایت چیه؟ گینت صفر میشه. همیشه اینجور هر خازن این خاصیت، حالا هر خازن نه، این خازن این خاصیت، خازن به زمین. پس مدل مدار مجتمعمون هم یاد گرفتیم. برای اینکه بحث مدل رو ختم کنیم، یه نکات نهایی رو بگیم، من تختم رو تمیز کنم. یواشکی یه کمی هم به تکنولوژی ساخت نگاه کردیم، یواشکی، حالا بعدا باز بیشتر نگاه میکنیم. آیا این مدل بچه ها کامل خوبه؟ بله، در بیشتر اپلیکیشن ها این مدل کار من رو رامیندازه. یه نکته ای توی این مدل هستش که بعضی وقتا خیلی خیلی قلیل باید نگاه کنم، بعضی وقتا یه چیزی هست که نگاه کنم، اون اینه که بچه ببینید منو نگاه کنید، اون خانم اون تا نگاه کنه سر بالا، من تمشم، این آر بی از کجا اومده؟ تو مدلم تو الکترونیک دوم دیدم از کجا اومده، تا من میکشم شما فکراتونو بکنی یادتون بیاد. این ترمینال بیسه، این ترمینال امیتره، این ترمینال کالکتور. از کجا اومده بچه ها؟ آفرین به شما. ایشون میگن ترانزیستور رو که تو ناحیه اکتیوش بایاس کردی، امیتر بیس فورورد بایاس شده تو ناحیه اکتیو. این مثلا شده 7 ها؟ این هم کالکتورمه، جریانش. امیتر بیس فورورد بایاس شده، امیتر الکتروناشو امیت میکنه، این الکترونا دیفیوز میکنن لبه کالکتور، کالکتور کالکتشون میکنه، از اینجا رد میشن، میرسن به ترمینال کالکتور، میشن جریان کالکتور، اینم مقاومت سری کالکتوره. خوبه؟ ایشون میگن بعضی از این الکترونا این وسط با حفره ها ترکیب میشن، چیه؟ از بین میرن، جریان بیس رو ایجاد میکنن. اما جریان بیس چه مسیری رو باید طی کنه؟ این مسیری که یه مقاومت داره طی کنه دیگه، همه حامل ها رو باید جایگزین کنه، نه این جریانه باید چی؟ این لایه نازک رو طی کنه. مقاومتی که این لایه داره اینه، آره بیه، مقاومت فیزیکی لایه بیسه. تو مدار مجتمع هم اینه، ببین امیتر الکتروناشو امیت میکنه، اینا دیفیوز میکنن میان پایین، میرسن به لبه کالکتور، کالکتور کالکتشون میکنه، تو این مسیر میان میشن جریان کالکتور. اما اونایی که اینجا ترکیب میشن این مسیر رو، مقاومتی رو، تا ترمینال بیس باید برن، یه مقاومت آر بی سر راشون میبینن، اینه یه مقاومت فیزیکی اینجاست. همین داستانو اینجا هم دارم، مقاومت فیزیکی کالکتوره، گرچه من تونستم خیلی کمش کنم، چه تو ترانزیستور دیسکریت با ام پلاس گذاشتن سابستریت، چه تو ترانزیستورهای مجتمع که این ناحیه رو چیه؟ ناحیه کوچیکیه، حالا خیلی بزرگ نیست. به هر صورت یه مقاومت دارم اینجا، سری بهش میگیم RSC، این مقاومت سری کالکتوره، برای اینکه مدلم کامل شه گذاشتمش. این مقاومت غالبا چی هست؟ غالبا مقاومت کوچکی است
که با مقاومت بار کالکتور چی شده؟ سری شده. ترانزیستور رو من جوری میسازم که غالباً این آرسیه انقدر کوچیکه که قابل صرف نظره، یعنی هیچ وقت نمیذارمش. چقدر میسازنش برای اینکه سرانگشتی دستتون بیاد آرسی؟ مثلا توی جوری میسازن که در مکسیموم جریانی که دیوایس قرار کار کنه افت ولتاژ روش خیلی زیاد، 1/2 بیشتر نباشه. مثلا B307 آزمایشگاهتون که مکسیموم جریانش 100 میلی آمپره، ها، اگر مثلا این مقاومت باشه 1 اوم، چقدر روش میفته؟ 0.1 ولت. 2 اوم باشه 0.2 ولت. پس به نظر میاد اونجا همین حدود هاست، چند اوم بیشتر نیستش برای دیوایسی که چیه سر. حالا اگه دیوایس 10 میلی آمپری بود 10-20 اوم هم قابل قبول بود، باز افت ولتاژ روش قابل صرف نظر کوچک بود. برای همین ما تو محاسباتمون تو این درس آرسی رو در نظر نمیگیریم. دو جا خودشو نشون میده آرسی که اصلا ننویسید، موضوع کار ما نیستش. یکی وقتی ترانزیستور اشباع میشه، نکه سریه با کالکتوره، حالا ولتاژ اشباع هم هست، این ولتاژی که روی کالکتور امیتر میافته به اضافه افت ولتاژ روی مقاومته، نه، ولتاژ اشباع رو زیاد میکنه. تو اپلیکیشن هایی که میخوام ولتاژ اشباع کم باشه این باید کوچیک باشه. توی فرکانس های خیلی 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 بالا هم خودشو نشون میده که موضوع کار ما نیست. پس ما دیگه این آرسی رو نمیذاریم هیچ. آیا مقاومت فیزیکی سری با امیتر هم دارم؟ چرا نه؟ چون امپلاسه و دو تا دلیل دارم کوش و چون امپلاسه و عمقش، آفرین، عمقش هم خیلی کمه. در نتیجه اصلا توجه کنید بچه ها، اصلا نمیتونستم مقاومت امیتر داشته باشم. ببینید چرا؟ اگه مقاومت سری با امیتر یه ترانزیستوری داشته باشه باید بندازیش دور. اگه گفتین چرا؟ یه مدار ساده بکشیم، اسم اینم آرسی. گینه این مدار چقدره بچه؟ جی ام آرسی، نه؟ جی ام ای وی هست، منهای جی ام آرسی. بذار اینجوری بنویسمش، منهای آر سی به آر ام. رازین گین این مدار چقدره؟ هرچی تو کالکتوره منهای آر سی به هرچی که تو مدار امیتره، آر ای به اضافه آر پای به بتا که میشه آر ام، یعنی یه آر ای میاد اینجا. اگر دیوایس رو تو 1 میلی آمپر بایاس کنم آر ام چقدره؟ 25 اوم. دیگه حفظم، فکر نمی کنم، نباید فکر میکردی، حفظم. دیوایس تو 1 میلی آمپری جی امش 40 میلی موه، آر امش 25 اومه. اگر آر ای فقط بود 25 اوم، گین چقدر میشد؟ نصف میشد. اگر فقط 25 اوم بود تو 1 میلی آمپری، این دیوایس رو اگه تو 1 میلی آمپر بایاس میکردم به جای اینکه گینش باشه آر سی به آر ام بود آر سی به 2 آر ام، آر ای و آر ام یکی هم دیگه، نصف میشد گینم، 25 اوم بود. نه؟ همه میفهمی؟ اگه تو 10 میلی آمپر بایاسش میکردم، مثلا B307تون تا 100 میلی آمپر میتونی بایاس کنی، آر امت بود 2.5 اوم. اگه فقط 2.5 اوم مقاومت سری با امیتر داشتی گینت نصف میشد. میبینی؟ امیتر جای حساسی، اصلا نمیتونم از این چیزا داشته باشم. واضحه؟ همه فهمیدین؟ فهمیدی؟ پس این هم خوشبختانه هم دوپینگ بالاست هم عمق امیتر کم هستش، لذا مقاومت سری با امیتر ندارم، نمیتونم داشته باشم، وگرنه امیترم حسابی دیجنریت میشه، گینم میاد پایین. این شد مدلم. این مدل تا کجاها کار میکنه؟ تا چه فرکانسی؟ ها؟ این مدل تا 1-2 گیگاهرتز هم رفتار ترانزیستور رو پیش بینی میکنه. بدیهیه هرچی که به سمت فرکانس های بالا میریم این مدل شروع میکنه از واقعیت یک کمی انحراف پیدا کردن، کم کم این انحرافه بیشتر میشه. مثلا همینجور که فرکانس میره بالا یه پارامترهایی که قبلا مهم نبودن مهم میشن، همینجور که فرکانس میره بالا طول موجا کم میشه. مثلا چی؟
میدون با هر طولی یه اینداکتنسی همراه دیگه، یه الی همراهه با هر طولی، همین که جریان تو طول حرکت کنه یعنی همراهش یه میدان مغناطیسی هست، یه ال داره. نه خب من همه اینجاها یه طولایی دارم، یه طول دارم، طول دارم، طول، همه اینجاها یه مسیر عبور جریان داره، این مسیر یعنی یه ال، مثل اینکه یه ال کوچیکی اینجا موازیه یه ال سریه، یه ال کوچیکی اینجا سریه تو امیتر. حالا امیتر عمقش خیلی کمه ندارم، مگه اینکه خط ترمینال اون فلزی که بهش وصل میشه داشته باشه، یه الای کوچیکی اینجا هستن تو فرکانس های خیلی 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 بالا. اگه ال کوچیک باشه، نه که امپدانسش ال اومگاست، فرکانس که خیلی ببری بالا این اله کم کم خودشو نشون میده، گرچه ممکنه چند پیکو هنری باشه اما توی چندین گیگاهرتز کم کم خودشو شروع میکنه نشون داده، این باعث انحراف میشه. با هر طولی که جریان میگذره یه دیلی همراهه، ممکنه این دیلی خیلی کم باشه، قابل صرف نظر باشه، اما فرکانس که بره به چند ده گیگاهرتز، حالا این دیلی مهم میشه، باید اون دیلی رو اینجا تو مدلم بیارم. میبینید که توی فرکانس های خیلی بالا مجبورم همه این اثرات رو توی این مدل بیارم، انقدر مدل مفصل میشه که دیگه به درد استفاده با دست نمیخوره، به درد کامپیوتر میخوره. من چی یاد میگیرم؟ میگم تا چند صد مگاهرتز که مدلم خوبه خوبه، از چند صد مگاهرتز شروع میکنه انحراف پیدا کردن، اما باز استفاده میکنیم تا یکی دو گیگ هم ازش استفاده میکنیم. از اون به بعد چی؟ از اون به بعد مدل هایبرید پای یه حس مهندسی به هم میده، اما از نظر آنالیتیکلی، از محاسبات عددی جوابا خیلی عالی در نمیان، بعضی جاها خوب در میان، بعضی جاها بد در میان، ها؟ یعنی میبینید هنوز اونجا هم نمیتونیم ازش صرف نظر کنیم. مدل بسیار خوبی است که حداقل تو درس ما که با خیال راحت تو محدوده فرکانسی که ما کار میکنیم ازش استفاده میکنیم تا چند صد مگاهرتز. خیلی خوب، اینم از ولیدیتی مدل هم. من بعد این چیزی میشه که تا آخر ترم و تا آخر مهندسیمون ازش استفاده میکنیم. تو اینجا سوالی داری؟ این میشه از مدلم. از الان میخوام چیکار کنم؟ بریم سراغ مدار، ها؟ مدل رو شروع کنیم تو مدارهای مختلف استفاده کنیم، رفتار مدارهای مختلف رو یاد بگیریم با هم. پس شروع کنیم با مدار. تا اینجا سوالی داریم؟ خیلی خوب. اولین کاری که میخوام بکنم، میخوام یه چیزی براتون تعریف، یه معیار براتون تعریف کنم، یه فیگر آف مریت براتون تعریف کنم، یه چیزی که محک بزنه ترانزیستورهای ما رو، رفتار فرکانسیشو. هیچ لازم هم نبود ما این کار رو بکنیم، اما بد نیست، یه بصیرتی نسبت به رفتار ترانزیستور به هم میده. اون معیار چیه؟ معیار این هستش که ببین، وقتی من یه ترانزیستور دارم، ترانزیستورم، مدار AC‌شو دارم میکشم، مدار AC‌شو میکشم، فرض کن کالکتورش رو از نظر AC زمین کردیم، یک منبع جریان ورودی آی این بهش اعمال کردیم، جریان خروجی آی سی، آی او مساوی آی C‌شو اندازه گیری میکنیم. نسبت این دوتا بچه گفتین چیه اسمش؟ بهتاس دیگه، جریان کالکتوره به جریان بیس، بهش میگن بتا. تو فرکانس های پایین مقدار ثابت بتا اف همه، 100، 200، 50، هر چیزی. نه؟ بعد نیست ببینیم که تقویت کننده جریانه، ببینیم با فرکانس چه اتفاقی میفته. آیا این همینجور که فرکانس میره بالا هنوز نسبت این دوتا ثابته یا کم و زیاد میشه؟ طبیعیه که مطمئنم ثابت نیست و کم میشه. چرا؟ اگر به جای ترانزیستورم مدل هایبرید پایش رو بذاریم، این آر پای، ولتاژ دو سرش وی پای، جی ام وی پای، این که آر او به دردم نمیخوره، شما هم نکشیدش، این اتصال کوتاه. چرا؟ چون دو سرش اتصال کوتاهه دیگه، این ورش زمینه، این ورش هم زمینه، آر اوم نداره، ها؟ این ورم یه آیه این دارم. اینجا که کاملا معلومه نسبت این جریان آی او مساوی آی سی، نسبت این جریان به این جریان آیه این بتاست. از کجا فهمیدم؟ نگاه کنید، آیه او که هست آیه سی هست جی ام وی پای.
اما وی پای هم چیه؟ آیه این آر پای میشه جی ام، آیه این ضرب در آر پای. جی ام ضرب در آر پای مساوی چیه؟ بتا دیگه. جی ام آر پای میشه بتا، میشه بتا آیه این. نسبت آیه این به آیه او، آیه او به آیه این میشود چی؟ بتا. راضی شدید؟ اما وقتی خازنا رو اضافه کنیم به مدل هایبرید پایمون، کاملا معلومه یه اتفاق جدیدی میفته. کشیدین؟ بس دیگه، حالا دیگه من نگاه کنیم بچه، کاملا معلومه چه اتفاق میفته. همین یه سیپای بسمونه که اون اتفاق رو بیان کنه. اون چی هستش؟ وقتی فرکانس میره بالا، این شروع میکنه اتصال کوتاه شدن، جریانه به جای این که از آر پای رد شه که وی پای رو تولید کنه که جریان کالکتور رو ایجاد کنه، این اتصال کوتاهش میکنه، بایپاس میکنه جریانو، به سمت زمین چیکار میکنه؟ وی پای شروع میکنه کوچیک شدن. وی پای که شروع میکنه کوچیک شدن چیه؟ جریان اینور کم میشه. معلومه که چیه؟ جریان خروجی شروع میکنه کم. یه جور دیگه هم میتونی بگی، میگی تو فرکانس بالا وی پای از این جریان ضرب در امپدانسی که تو این گره میبینم درست میشه. این امپدانسه، این امپدانسه، اون آقا نگاه نمیکنه منو، این امپدانسه به دلیل این خازنا با فرکانس شروع میکنه کوچیک شدن. وی پای کم میشه، جی ام وی پای کم میشه، آی سی کم میشه. پس انتظار دارم اگر نسبت جریان خروجی به ورودی رو با فرکانس بکشم چجوری باشه؟ بیفت. قبوله؟ با فرکانس کم شه. اول تماشاش کردم، بعد حالا به دستش بیار. حالا ببین به دستش بیاریم ببینیم راست گفتیم یا نه. چطوره؟ قبل از این که شروع کنیم میخوام ترانسفر فانکشن رو بنویسم. چی؟ آی او به آی این رو بنویسم. اگه این ترانسفر فانکشن رو بنویسم چند تا قطب خواهد داشت؟ چند تا قطب خواهد داشت؟ چند تا قطب خواهد داشت؟ خوب نگاهش نمیکنین، من رو نگاه نکنین، اینو نگاه کنین. حالا بگین یه دونه داره. نگاه کن، لازم نیست دنبال لوپ خازنی بگردیم، دنبال لوپ خازنی بگردیم که تعداد خازن هم. این خازن با این خازن موازیه. نگاه کن، این نودشون که هم مشترکه، این نود این زمینه، این نود اینم زمینه. نه؟ پس یه خازن تو مدارم بود، دوتا خازن موازی هم. مدارم یک قطب خواهد داشت. بنویسیم ببینیم چی عذاب در میاد. چطوره؟ میخوام آی او به آی این رو به دست بیارم. چطوره شماها بنویسید؟ به دست بیارید ها؟ من هم به دست بیارم ببینیم جوابمون یکی در میاد یا نه. فقط یه چیزی یادتون باشه بچه، یه تقریب کوچولو بزنید که جوابمون خوشگل دراد. بعدا تو خونه برید ببینید این تقریب قابل صرف نظر بود. گوش بده منو، گوش نمیده اصلا من. گوش بده، اینا رو حذف کنی ها. خسته شدید بچه ها؟ یه تقریب بزنید. برای اینکه خسته کتون داره میگم خودتون بنویسید. آی او جی ام وی پای به اضافه جریانی که از سیمیو میگذره، از این صرف نظر کنید، چون جی ام وی پای خیلی بزرگتر از این جریان است که این وری میره. خیلی خوب، بعدا تو خونه برید این صرف نظر نکنید، کی وی ال کی سی ال بنویسید، میبینید تو جوابم قابل صرف نظر بوده از اول. لذا یه تقریب جزئی بزنید. فرض کنید که چیه این جریان، این جریان نیستش، سی ای سی میار رو از همینجا به زمین اینجا وصلش کنیم، به جایی که به اینجا، به اینجا که وصل کنین این جریان خروجیم هست اینه به اضافه این، از این صرف نظر کنید، در نتیجه سی میار میاد اینجا دیگه، جریانش که از خروجی میکشه صرف نظر میکنه. برای این مدار کیویل کیسیل بنویسید، بعدا تو خونه ببینید چقدر خطا داشتید، اینو به دست بیارید ببینید چه اتفاقی میفته. چی؟ چرا؟ ببین الان آی او هست جی ام وی پای، اینو اگه به جای اینکه به این زمین وصلش کنیم به اینجا وصلش کنم،
نه نه جریان ها چه جوری با هم جمع میشن. ببین این جریان اینجوری جمع شده، جی ام وی پای به اضافه جریانی که اینجا میره دیگه، نه این تیک از همه جا جریان به زمین تزریق میشه، از اینجا اینجوری. میگم از این صرف نظر کن، حالا بنویس، لازم نیست این پایین بکشیش، همینجا بکشید، شما بنویسید، منم یواشکی مینویسم، دست من نگاه نکنید. دست من نگاه نکنینا، شما هم همین در آوردی؟ ببین چیکار کردیم؟ بچه دیگه تماشا کنید، من این کار رو کردم، حالا شما هم احتمالاً یه کار شبیه این کردین. گفتم آی او هست، جی ام وی پای، از این جریانه صرف نظر کردم، جی ام وی پای، پس وی پای رو باید به دست بیارم. آی این چی شده؟ وارده سی پای، موازی آر پای، موازی سی میو، توجه کنید این گره زمینه شده، پس یه آی این ضرب در یه امپدانسی شده، آر پای موازی با سی پای و سی میو. حفظم یادتون باشه تو این درس، چون دائم اینو دارم حفظ میکنم، اگه یه آر موازی یک سی باشه بچه ها حفظ میکنیم دیگه، هی هر دفعه یه چیزی رو حفظ میکنیم که هی دوباره ننویسیم. وقتی موازی میشن یه آر و سی، امپدانسشون، امپدانس موازی این دوتا هست آر زی، بنویسیم اسمشو زی، هست حاصل ضربشون تقسیم بر حاصل جمعشون، به سی اس ضرب کنم میشود آر تقسیم بر آر سی اس به اضافه یک. دیگه این تو ذهنم باشه، هی دم به دم اینو ننویسم، میشه آر تقسیم بر آر سی اس به اضافه یک. قبوله؟ از مدار یکم نه، از مدار نیمم یادمه، اولای کار منم اینجا همینو نوشتم. نگاه کنید، گفتم آر پای موازی با این خازن سی پای به اضافه سی میو، شد آر، آر پای تقسیم بر آر سی، آر پای ضرب در سی پای سی میو اس به اضافه یک. دیگه حفظم، از این به بعد حفظم، جمع جورش کردم، معادلم این وی پایو گذاشتم تو رابطه اولیم، آی او هست جی ام وی پای، گذاشتم تو رابطه اولیم، شدین جی ام، اینم وی پایم، جمع جورش کردم، آی او به آی این شد جی ام آر پای تقسیم بر این، جی ام آر پای که همیشه بتاست، این صفر رو فعلا اینجا گذاشتم، یعنی تو فرکانس پایین دیگه، جی ام آر پای بتای فرکانس پایینم، بتا صفر تقسیم بر این. حالا اینجا رو گوش بدین دیگه بچه، بس نوشتم خانم خلیلی، نگاه کنید، در حقیقت اگه فرکانس پایین بود، آی او به آی این، جریان خروجی به جریان ورودی بود بتا، بتا صفر،
یعنی اگه اس رو هم صفر بذاریم، اس رو هم صفر بذاریم، مخرج میشه یک، همون بتا صفره. اما فرکانس که میره بالا میبینید مخرج شروع میکنه بزرگ شدن، نسبت جریان خروجی به ورودی میفته، همون است که پیش بینی کردیم. چرا؟ چون وی پای شروع میکنه کوچیک شدن به دلیل این خازنا. نه میبینم که بتا هم داره میفته. در حقیقت یه سیستم تک قطبیه، اگر اندازه بتا رو با فرکانس بکشیم با اومگا بکشیم، با فرکانس بکشیم، تو فرکانس های پایین بتا صفره، تو فرکانس های بالا از یه جایی به بعد میفته. اگه گفتین اینجا که میفته کجاست؟ محل قطب این تابع انتقال کجاست؟ یک روی آر پای سی پای به اضافه سی میوست. نه؟ قطب مدارمه. درسته؟ بعضی وقتا به این اف بتا یا اومگای بتا میگن، یعنی جایی که بتا شروع میکنه افتادن. ها اینجا سدی بیشه محل قطب، این میفته. عیبی نداره بتا کم شه، خیلی ناراحت نمیشیم. یه جایی هست که دیگه ناراحت میشیم، اون جاییه که بتا به یک میرسه. اینجا جاییه که بتا به یک رسیده. اگه گفتین چرا ناراحت میشیم؟ از اون به بعد ترانزیستور به عنوان تقویت کننده یه جریان از حیز انتفاع اصلا ساقط شده. ها؟ جریان خروجیش کمتر از جریان ورودی شده، تضعیف کننده هم شده. اینو به عنوان یه معیار میگیریمش، این فرکانس رو، این فرکانس رو به عنوان یه معیار میگیره. به این فرکانس میگم اومگا تی. بیا حسابش کنیم از این ببینیم چقدر در میاد. کسی از حفظ میتونه بگه؟ من بگم از حفظ دلتون میسوزه. یه قانون داشتم تو مدار یک، از اون استفاده میکنم میگم. چی بود؟ برای سیستم درجه یک میتونم بگم گین بندویت پرادکت چیه؟ مقداری است ثابت. حاصل ضرب گین در پهنای باند هر جایی که بگیرید مقداری است ثابت. یعنی همینجور که پهنای باند داره کم میشه، گین هم گین داره کم میشه، از اون بر پهنای باند هم زیاد میشه. مثلا میگم تو این نقطه گین بند یادتون اومد؟ کسی یادش هست؟ کی یادش نیست؟ این فرمولو گین ضرب در بندویت مقداری ثابت برای اینجور مدارا، مثلا مدار درجه یک، همه یادشونه. تمرین ثابت کنید برای این مدار درجه یک گیم وان ویت پروداکت مقداری ثابت. اگه تقریبا هم داری جزئی بگو چقدره. این جلسه دیگه می‌نویسین، وقتی میایین سر کلاس می‌ذارین اینجا می‌شینین قبل از نشستن. این نمره داره ثابت مدار یکتون. بلند بگو من بشنوم. دیگه حالا اون مسئله خصوصی تو که سر کلاس مطرح نمی‌کنه، بعد از کلاس بیا ببینم چی میگه. یک شنبه دیگه جلسه دیگه، جلسه فوق‌العاده که نه، شما ها دیگه زیادی دقیقید، تقریب بزنید. خیلی خوب، یک شنبه هر وقت میگیم جلسه دیگه یعنی جلسه رسمی. اگر این رابطه رو بیشترتون یادتونه، یکی دو نفر یادشون نیستش، ها اونا امشب بشینین حل کنین ببینین چیه. خیلی خوب، اگه اینجور باشه میگم حالا از راه دیگه هم حل میکنیم. به تا صفر میشه گین، بانویث هم هستش یک روی فلان، یک روی آر پای سی پای به اضافه سی میو مساویه با جایی که بتا یک شده، یک ضرب در بانویث هم که دنبالش میگردم اومگا تی. چیه؟ سوال داری بپرس، بپرس از اون، نه از من. شما پس بپرس چیه مشکلت؟ اینو ثابت کنید برای سیستم درجه یک. امتحان کنید یا قرار امشب برید امتحان کنید؟ نه نه نه، همین که نوشید غیر لگاریتمی. معلومه دیگه من چی نوشتم، میبینی که لگاریتمشو نذاشتم، پس لگاریتمی نی. امشب اینو ببینید ثابت کنید. من چه اینجوری من نگاه میکنید نیست دیگه. حالا برو دیگه امشب ببین دیگه، ها برو دیگه امشب ببین. این ثابته. ها
حالا کی گفته من اینو لگاریتمی کشیدم؟ از کجا؟ من منظورم انقدر این انقدر سه دی بیه. حالا میگی چی؟ من سه دی بیمو کوچولو کشیدم. نه نه اون داره بگم بتا یکه. خب اینجا چه بیداره بتا یکه؟ راضی شدیم؟ آفرین به شماها که انقدر دقت دارید و چیزای عالی بلدید. آفرین. من بی دقتی کردم. شما میگید بعد اینجوری میکشیدی مثلا باشی چشم. راضی شدید؟ این خطی این غیر لگاریتمیه نه؟ راضی شدید بچه‌ها؟ همین بود منظورتون دیگه. هنوز یه جوری نگاه میکنیم مثل اینکه شک داری. بیا بعد از کلاس پس من شک شما رو رفع کنم. پس میگم گین تو هر نقطه ای اصلا مهم نیست چه شکلی کشیدی، تو هر نقطه ای گین ضرب در بنویث مقداری صابه. حالا هر شکلی دلت میخواد بکشی، گرد، مستقیم، صاف، گین بنویث برای سیستم درجه یک مقداره. از اینجا اومگا تی حساب میشه. اومگا تی هست این میشه بتا صفر تقسیم بر آر پای سی پای به اضافه سی میو. حالا یه چیز قشنگ از تو این فرمول در میاد. این میشود صورت و مخرج رو به بتا صفر تقسیم کنیم، میشود یک روی آر پای به بتا صفر سی پای به اضافه سی میو. این فرکانسی است که از این به بعد ترانزیستور به عنوان تقویت کننده جریان از حیز انتفاع ساقط دیگه به در نمیخوره. به عنوان تقویت کننده جریان. یادتون باشه من همیشه ترانزیستور رو به عنوان تقویت کننده جریان نمیخوام، پس این جور نیست که بالای این دیگه خیلی به درد نخوره. اما یه معیار خوبیه که این ترانزیستور رو تا کجا میشه حدوداً استفاده کرد. معیاره. خیلی خوب، حالا اینو نگاه کنید. آر پای به بتا صفر چیه؟ آر پای آر امه. آر ام چیه؟ یک روی جی ام. یعنی این فرمول اینجوری هم میتونم بنویسم، اومگا تی هست جی ام تقسیم بر سی پای به اضافه سی میو. این خیلی فرمول مهمیه. این معیار اینه که ترانزیستور تا کجا حدوداً قابل استفاده است. جلسه دیگه راجبه این یه مقدار خوبی صحبت میکنیم، یه پنج دقیقه ای بعد میایم استفاده میکنیم ازش. قبل از اینکه کلاس رو ختم کنم یه نکته ای رو بهتون بگم. بچه ها نگاه کنین بعد بنویسید، چون فقط یک دقیقه دو دقیقه کلاس داریم. پس بنویسین، یه دقیقه وقت بنویسین. یه مدرکی مثلا مقاومت هم توش هستش، کلکتر مستقیم زنگ وزن نشده، خب اونجا اون سی میو خودش یه فازن جدا میشه. نه نه توجه کن، این یه معیار برای یه ترانزیستور. قرار نیستش که تو هر برای هر توپولوژی برای هر شکلی این چیکار کنه این قابل استفاده باشه. این میگه یه ترانزیستور که خریدی در بهترین حالت تا کجاها میشه استفاده کرد. مثلا این رو برای B307 که حساب میکنی میبینی مثلا حدود تابع جریانها در بهترین حالت حدود 2300 مگاهرتز میشه. ماکسیمومه. یعنی این آقای B307 دیگه بالای این گوش بده آقا جان. قرارمون این بود سوال داری از من بپرسید. بالای این دیگه قابل استفاده نی. خواهید دید من ممکنه مدارم یه جوری ببندم فرکانسی محدوده فرکانسی کار مدارم 200 کیلوهرتز بیشتر نباشه. یعنی انقدر محدود شده باشه رفتار فرکانسی. هیچ ربطی به این داره میگه آخر قضیه کجاست با این ترانزیستور. مثلا میبینی یه ترانزیستور رای داریم این عدد میشه 10 گیگاهرتز. یه ترانزیستوری دارم میشه 100 گیگاهرتز. B307 هست 200 مگاهرتز. حالا فرق میتونی اینا رو حدوداً مقایسه کنی، اما اینکه حالا تا کجا میشه استفاده کرد ازش به درد میخوره برمیگرد چه مداری بستی. فهمیدی؟ این یه معیاره که حدوداً بگه این ترانزیستورت به درد کارت میخوره یا نه. مثلا اگه یه مدار داری قراره تو 1 گیگاهرتزی کار کنه حتما B307 استفاده نمیکنی، چون اومگا تی چقدره؟ FT حالا اومگا تی تقسیم بر 2 پیش چقدره؟ مثلا 200 مگاهرتز. من تو 1 گیگاهرتز میخوام. فهمیدی؟ معیاره. من یه نکته بگم کلاس رو ختم کنم.
من چیکار کردم؟ من از این فرمول که شما امشب ثابتش میکنید استفاده کردم به دست برای سیستم درجه. اینجا هم میتونستی، کاری نداره، بیاید بگید آقا به جای اس جی اومگا بذارید کجا اندازه این میشود یک، کاری نداره، اس رو بذار جی اومگا، اندازه اینو بنویس مساوی یک قرار بده، حل کن، دوباره همین جواب به دست میاد. تمرین شماره دو، همین کارو بکنید، نشان دهید که اومگا تی میشود این، اینم تحویل میدید جلسه دیگه. گوش نمیدادی پس؟ میگم حالا به جای اینکه از این فرمول استفاده کنی، بیا کاری کن، همون کاری که همه میکنن بکن، بگو میخوام ببینم کجا این به یک رسیده. خب پس کجا اندازه این به یک رسیده؟ اندازه شو حساب کن، یعنی اس رو بذار جی اومگا، اندازه این میشه جذر این به قوه دو به اضافه این به قوه دو تو مخرج مساوی یک قرار بده، معادله رو حل کن. حل که میکنی اومگا تی به دست میاد، در اومگا مساوی اومگا تی این یک میشه دیگه، اومگا به دست میاد. نشون بده که دوباره اومگا تی همین هست، به زبان دیگری داری باز دوباره همین رو ثابت میکنی. نشون این اومگا تی رو به دستش بیارید. خیلی خوب، جلسه دیگه یه مقدار راجع به اومگا تی صحبت میکنیم، بعد میریم سراغ چی؟ سراغ مدار. جلسه بعدمونم شما تا زور تعیین کنید به بچه ها بگید بهترین جایی که کمترین چی رو داریم، غایبی رو داریم و پیدا کنید تا جلسه آینده.